درود بر ایران، بر بینندگان تلویزیون ای2 در سراسر دنیا. من پرویز مینی هستم، معمولا روزهای دوشنبه و چهارشنبه بعد از ظهر از ساعت 6:30 تا 8 بعد از ظهر به وقت واشنگتن در خدمت شما عزیزان هستم. امروز که این برنامه رو خدمتتون تقدیم میکنم، هفتم بهمن ماه 2574 هخامنشی است و برابر است با 27 ژانویه 2016 میلادی. من به دنبال جشن صده میگشتم، در اینجا یک مجله محلی داریم بنام عاشقانه که آقای آزیتا افهمی، خانم آزیتا افهمی و آقای احمد آدم زن و شوهری هستن که اینو اداره میکنن و من این توی نگاه کردم اینم جشن صده رو چی نوشتن، پیدا نکردم جشن صده رو بینم، چون جشن صده رو همین هفته که تعطیلی آخر هفته جشن میگیرن در روز، من اینو پیدا نکردم. اولش دیدم نوشته که بزرگ داشت انقلاب 1357. آقای آدم کدوم بزرگ داشت؟ این خودکشی ملت ایرانه، این بدبختی قهقرای ملت ایرانه. چون بجه که جشن صده رو بینیسی بزرگ داشت انقلاب نوشی، باید بینیسی مصیبت انقلاب 1357، باید بینیسی خودکشی ایرانیان در 1957. برحال من متاسفم که این تقویمی که به نام عاشقانه هست روزهای زشت می نویسه، روزهای خوب رو نمی نویسه، تولد حضرت رقیه و زینب رو می نویسه، جشن صده رو نمی نویسه. وای به حالش. من از دارید که یک کتابی هست که من یک مقدارش براتون خوندم، این کتاب رو بله یه قسمتایشو میخونم، قسمتای پایانیش هست و بعد میریم روی روان برنامه. کتاب همونطور که میبینید دکتر هوشنگ نهاوندی و یک نویسنده فرانسوی با هم به طور همکاری نوشتن، به انگلیسی بوده، به فارسی و به انگلیسی بعدا ترجمه شده، من فارسی دارم. همین دو تا نویسنده کتاب دیگری دارن و چاپ شده به فرانسه به نام لیران. لیران میدونید که در انگلیسی یه ده میزنن اولش حرف تعریف، در عربی ال میذارن، مثلا البغدادی، در انگلیسی در فرانسه لو و لا میذارن. اون وقت این لو و لا که میچسبه یه حرفش میره، مثلا لیران میشه لیران. و یک کتابی بهونه نوشته شده و کتاب تاریخی نیست که از اول تا آخر به طور مداوم نوشته شده باشه، قطعه قطعه از تاریخ ایران توش نوشته شده. مثلا از قبل از هخامنشی ها درش نوشته شده، قبل از در واقع اون جایی که پادشاهی واقعی در ایران شروع بشه نوشته شده، بعد چند تا پادشاه رو نوشته و اومده جلو و کتاب بسیار خوبی است. من اگر به فارسی گیر بیارم که حتما میارم قسمتاش براتون میخونم، چون این دکتر نهاوندی با اون همکار دیگرش ایوونامی بسیار تحقیق میکنن و زحمت میشن و کتاب ها رو خیلی خوب مینویسن. خب ببینید این کتاب که براتون میخونم، الان که اینجا میخونم نزدیکای آخر کتاب هست که من میخونم، اینجا جاییست که آقای محمد رضا شاه و همسرشون در مکزیک بودن، در یک وضع آرامی بودن، در یک جزیره‌ای در ویلای گل سرخ به سر می بردن. آقای کارتر، من این آقای چه موجود خبیثی بوده، چه دشمنی، چه آزاری، چه شکنجه نسبت به این شاه ایران کرده. ببینید خانم آقای، از اون نگاه نکنید که با شاه بد بودید یا خوب بودید، از این نگاه کنید که یک نفر مقام درجه یک ایران رو چه بلاهایی سرش آوردن. اونها مجاز نبودن، شما ممکن بگید که این گناهکار بوده، ولی کارتر کاری نیست، غلط کرده که یک گناه یک ایرانی رو بررسی کنه و براش آزار نسخه بنویسه. به زور اومدن از مکزیک آوردنش، اون هامیلتون جولمن رئیس دفتر آقای کارتر،
چندین بار رفت اونجا و شاه رو با وجودی که شاه گفته بود اگر امریکایی جلوی پای من زانو بزنن من پامه به امریکا نمیذارم، ولی اتفاق افتاد یه جوری شد که دوباره اومد به امریکا. و وقتی اومد به امریکا بلاهای سرش آوردن که این بلاها رو اینجا من براتون این بخشی رو بر طول میگم، یعنی میخونم از روی کتاب آقای دکتر بهاوندی و ایو یونی. من دو سه خط از قبل اگر دقت میکنید دو سه خط از قبل از اون رو هم میخونم. در روز اول دسامبر اندکی قبل از نیمه شب مامورین امنیتی اندکی قبل از نیمه شب، خب چرا شما میخواید جا بده کنید مریضه؟ چرا نیمه شب؟ قبل از این بگم براتون، قبل از این خونده بودیم که شاه در بیمارستان منتظر بود که تیمی که دعوت کرده بود برای معالجهش بیان و اون دکترهایی رو که شاه تعیین کرده بود یا معالجهش کنن، وقتی میان میبینن که یک سری جراح ناشناخته عمل رو به عهده گرفتن و انجام رسوندن و اون کاری که باید انجام بشه نشده، قرار بود تهالو بردارن و بر نداشتن، قرار بود کیسه سفاره بردارن بر نداشتن، بلکه عمل جراحی کردن، چند تا سنگ توی کیسه سفاره تهال باقی مونده و به همون بعض دوباره بخیه کردن. در روز اول دسامبر اندکی قبل از نیمه شب مامورین امنیتی شاه را در صندلی چرخدار مستقر کردند و به سرعت در دالان‌های بیمارستان به سوی آسانسور و از آنجا به زیرزمین بردند. این ساعت غیرعادی برای اجتناب از تظاهرات یا اتفاقات غیرمترقبه انتخاب شده بود. در زیرزمین صندلی را به درون آمبولانس بردند. ده ها تن از مامورین امنیتی متعلق به سازمان FBI با حد اکثر تجهیزات متصور شاه و آمبولانس را در محاصره گرفته بودند. آمبولانس در حفاظت چندین اتومبیل پلیس که همه آژیرهای خطرشان را به صدا درآورده بودند ره سپار فرودگاه شد. همین رفتار در پیکام پلیس محل اقامت شهبانو با او شد. شاه اندکی پس از آگاهی از تصمیم جیمی کارتر به شهبانو اطلاع داد که میبایست نیویورک را ترک کنند. پلیس به جستجوی او آمد، یعنی به جستجوی شهبانو. حتی در اتومبیل شهبانو مامورین امنیتی نشاندند وسایل نقلیه دیگری متعلق به پلیس آن را محاصره کردند. سر و صدا و هیاهو با آژیر اتومبیل های پلیس شاهدخ لیلای خردسال را که 9 سال بیشتر نداشت و او آخرین فرزند شاه و گویا سوگلی پدرش بود از خواب پراند. آژیر هیاهوی پلیس و سر و صدا بچه 9 ساله را از خواب پراند. مادرش هنگامی که در خواب بود رفته بود، به دنبال مادر میگشت، فریاد میزد، گریه میکرد، صدای میکرد، صحنه دلخراش بود. در موقع ورود هواپیما به پایگاه لاکلند قرار بود اینا برن این پایگاه نظامی لاکلند، با وجود اینکه سحرگاه و همه چیز خلوت و آرام بود تعداد زیادی از مامورین امنیتی حاضر بودند. زوج سلطنتی را با خشونت به درون یک آمبولانس کردند. بسیار ناراحت که مخصوص حمل و نقل زندانیان بیمار بود. هل دادند که به سرعت به سوی بیمارستان روانی پایگاه روانه شد. شاپور رضا بعداً رنج‌های آن روز پدر و مادرش را بیان کرد. هر دو در شرایطی بسیار نامناسب و ناراحت نشسته بودند. شاه و ملکه به دلیل سرعت آمبولانس و دست‌اندازهای جاده به این سو و آن سو پرتاب می‌شدند. سرهایشان به یکدیگر می‌خورد. چگونه بیماری را که تازه مورد عمل جراحی قرار گرفته بود در این شرایط حرکت می‌دادند؟ واقعا
مهم کارتل جنایتکار بود. شاه و شعبانو صبر در اتاق پنجرهاش میله های آهنی داشت و کاملا بسته بود محبوس شدند. کرکره ها را هم بسته بودند که مانع ورود روشنایی به داخل اتاق شود. در از درون دستگیره نداشت. در اتاق مجاور زنجیرها و لباس های دیوانگان آماده بود که اگر پهلوی ها بخواهند سرسو را بیاندازند و مخالفت کنند، دولت امریکا همه چیز را برنامه ریزی کرده بود. منوزاشاه پهلوی خاموش بود و رنگ میکشید. آیا ترک ایران پشیمان بود؟ به اشتباه خود در تسلیم به توقعات و خواسته های غربی ها پی برده بود. از اینکه به دوستان دروغین و درو اعتماد کرده بود رنگ می برد. شبانو آرام نگرفت و اعتراض کرد و به بهی گفتن آن اتاق مطمئن‌ترین و امن‌ترین محل پایگاه است، اما واقعا در داخل یک پایگاه نظامی که همه تدابیر امنیتی در آن رعایت می شد چه خطری می توانست متوجه آنان باشد؟ همه اینها برای تحقیر شاه بود و بس. چند ساعت که گذشت، بالاخره برای آرام کردن شهبانو به او اجازه دادن که به یک یا دو نفر تلفن کنند. موفق شد با دوستانی در نیویورک تماس بگیرد و شرایط زندگی یا در حقیقت زندانی شدنشان را به آنها بازگو کند. بر اثر مداخله مؤثر این دوستان، از فردای آن روز شرایط زندگی شاه و شهبانو اندک بهبود یافت. آنها را به یک خانه کوچک سه اتاقه منتقل کردند. نیمکت پلاستیکی نشیمنگاه اصلی اتاق نشیمن بود. جنرال اکر فرمانده پایگاه به دیدن شاه آمد. چندین بار از شرایط اقامتشان عذر خواست و محترمانه مخالفت خود را با سیاست رسمی دولتش ابراز داشت. از محمد رضا شاه خواست که فعلا از ویلا خارج نشود، اما زوج سلطنتی را به شام دعوت کرد. شرف نظامی هنوز برای او و بسیار از نظامیان آمریکایی معنی و مفهومی داشت. زندگی شاه در پایگاه آکلند اندک اندک حالت عادی تر به خود گرفت. میل داشت در اطراف محل اقامتش قدم بزند. موافقت شد. خلبانان ایرانی بسیاری در آکلند آموزش دیده بودند و در آنجا دوستانی داشتند. تنی چند از افسران آمریکایی پایگاه به ایران سفر کرده از آن کشور خاطرات خوش داشتند. هر یک که شاه را می‌دیدند برایش کف می‌زدند و به او ابراز احترام می‌کردند. بعضی از مسائل هوایی نظامی با او گفتگو می‌کردند و اطلاعات وی آنها را شگفت زده میکرد. میپذیرفت که با آنان عکس بیاندازد یا به آنها امضا بدهد. شهبانو هم یکی دو بار تنیس بازی کرد. زندگی طبیعی تر شد، اما مسئله اصلی باقی بود. به کجا برمند؟ اقامت در این پایگاه کاملا موقت بود. گرده شاه اندک اندک آرامتر میشد و حالش بهبود میافت. بله، یه جوری دیگه شو انتخاب کنیم. سرنوشت نیکلای دوم همچنان پیش روی شاه بود و او را نگران میکرد. خب میدونید نیکلای دوم پادشاه روسیه بود که وقتی که لنین اومد نیکلای دوم استفادت عجب آدم هایی یعنی نا همونطور که شاه وقتی همه مردم تو خیابان میگن مرگ از شاه رفت، نیکلای دوم وقتی که دید لنین اومده همه مردم شوروی، یعنی همه مردم که نمیشه گفت، اونه که میان تو خیابان چلوخ میکنن اینا معلوم نیست چند درصد مردم هن. همونطور که در انقلاب ایران اونه که اومدن معلوم نیست چند درصد ملت ایران هن. اگه یه ملیون اومدن اون موقع شاید جمعیت ایران 35 میلیون بود. آیا این 1 میلیون نماینده همه 35 میلیون بودن؟ به هر حال شاه زندگی نیکلای دوم رو تو نظرش داشت. نیکلای دوم با وجودی که استعفا داد و به یک منطقه دوردست دور از پایتخت یک شهر کوچکی رفت، آقای لنین
عزیز و مهربان منصف عادل دستور داد نیکولا زنش همه بچه‌هاش همه محافظینش پزشکش حتی سگش هم کشتن. بله، اندیشه استقرار شاه در پاناما برای نخستین بار از جانب مرد قوی آن کشور ژنرال عمر توریخوس مطرح شد. او از دوستان فیدل کاسترو بود اما خود را مدیون کارتر می دانست که دستور به تخلیه منطقه ترعه پاناما را نیروهای امریکایی داده بود. پس بنابراین عمر توریخوس مدیون کارتر بود چون که کارتر دستور بود که نیروهای امریکایی پاناما را تخلیه کنند، ترعه پاناما را تخلیه کنند. ترعه پاناما یه ترعه بسیار مهم نیست که اقیانوس اطلس رو با اقیانوس کبیر متصل میکنه و در بین امریکای جنوبی و شمالی است. یعنی کسی که از اقیانوس اطلس بخواد بره اقیانوس کبیر مجبور نیست بره سر تا سر امریکای جنوبی رو طی کنه و از جنوبش بره، میتونه از این ترعه رد بشه و ترعه بسیار مهمیه. و کارتر دستور داده بود که سربازهای امریکایی اونجا رو تخلیه کنن در اختیار پاناما بذارن و پاناما خودش رو مرهون محبت کارتر میدونست. میخواست به نحوی دین خود را به کارتر ادا کنند. از مشکلات کارتر آگاه شد و در خفا این پیشنهاد را به او کرد. شاه پس از تردیدهای بسیار پذیرفت، انتخاب دیگری هم پیش رویش نبود. پس بنابراین وقتی که شاه در آکلند بود و قرار بود از اونجا بره و هیچ جایی هم نداشت، البته هیچ جایی نداشت، اینجا میگه مثلا رومانی گفت یا اونجا یا چکسلواکی گفت اینجا این نمیخواست بلیه کشور کمونیستی، یا مثلا فرض کنیم که تایوان چین مشترک چین آزاد گفت بیا اینجا، افریقای جنوبی میخواست یک کشور دموکراسی بره و نمیخواست اونجا بره، اعتبار نمیکرد که اونجا بره. در هر صورت هیچ جایی براش نمونده بود. عمر خویتوس وقتی فهمید این مشکل رو دست کارتر دعوت کرد، گفت بیا به کشور من و شما هم پذیرفت. خب چیزی که مسافرت شاه به پاناما و بقیه ماجرا رو بعدم براتون بگیم دیگه. این تیکه آخر این کتاب رو دوست دارم با هم یک قسمتایش رو بخونیم. اجازه بدید که من چند مطلب رو براتون بگم بعد بریم به بقیه مطلب. ببینید، صحبتی داشتم با آقای سیاوش لشکری دوست عزیزم، سردبیر مجله بیداری که سالهاست این مجله رو با شهامت و با پشتکار منتشر میکنن و هر ماه هم برای چاپش منتظرن که مقدار پول برشون برسه که همیشه متاسفانه اون پولی که باید بفرستیم به موقع بفرستیم نمیفرستیم و خیلی کم لطفی میکنیم. من نمیدونم چرا ما ایرانی ها خب بی‌همت شدیم. واقعا حیفه که ملتی به این بزرگی، ملتی که 1200 سال هخامنشی، اشکانی، ساسانی، در طی 1200 سال
با سه تا سلسله پهلوی، سه تا سلسله پادشاهی آقای نیمی از دنیا بوده، اونم آقایی که با بزرگواری آقای دنیا بوده، یعنی با زشتی، با بردگیری، با شلاق زدن، با کتک زدن، با آدم کشتن آقا نبوده، بلکه با بخشش، با مزد دادن، با کار با مزد دادن و با عدالت و آزادی آقای نیمی از جهان بوده. و حالا این چنین ضعیف شدیم که یک مجله بیداری رو نمیتونیم حمایت کنیم که سر پاش بیسته. برحال صحبت همچنین صحبت کشیده شد به یک آقایی که اسمشون خودشون دوست دارن اسمشون رو کیمیا صدا کنن، از شهر کنکور نزدیک سان فرانسیسکو هستن و ایشون صحبت کردن با آقای سیاوش لشکری نسبت به من که اسمم پرویز منوی خیلی لطف کردن. آقای کیمیا عزیز شما خیلی به من لطف دارید، من اونقدر که شما فکر می‌کنید قابل این همه محبت و بزرگواری شما نیستم، پرهای دست شما رو می‌فشارم و براتون شادی آرزو دارم. من از آقای سیاوش لشکری پرسیدم جلسه‌ی آقای سرهنگ، سرهنگ صدات هوشنگ وزین، سرپرست سازمان سرباز در به مناسبت زندانیان اوین به کجا رسید؟ معلوم شد که آقای منصور اوسانلو سخنگوی اصلی بودن. منصور اوسانلو رئیس سندیکای اتوبوس رانندگان اتوبوس و وسایل نقلیه در تهران بزرگ بود که بسیار به زندان افتاد، بسیار آزار شد، برادرش کشتن، خواهرش کشتن، خودش به هر حال فرار کرد و اومد بیرون و با شجاعت و دلیری با رژیم در حال جنگ. درود بر ایشون، امیدوارم که پیروز بشن. در مجلس آقای دکتر وزین بسیار بسیار خوب سخنرانی کردن و در این مجلس حالا که اشاره کردن بگم که دیگه کیا بودن؟ آقای هوشنگ سلیمانی نژاد، دکتر حسین حقیقی، دکتر حسین حقیقی همون که کتابی نوشتن در باره تاریخ ایران و وکیل دادگستری هستن، اینا مذاکره هم. خانم عبدی هم از سازمان زنان اونجا مذاکره کرده و خانم عبدی یک جلسه گذاشتن به مناسبت برگذشت خانم اشرف، شاهتخت اشرف پهلوی و شام میدادن و در یک هتلی و بسیار آبرومند بوده، اینا رو بگم. و یه بار دیگه از آقای کیمیا، کیمیا جون قربونت، خیلی ممنون. این من درباره انتخابات یه مقدار با هم صحبت کنیم بعد بریم بقیه مطالبم. من چند سال پیش بود در مورد انتخاباتی که در ایران در پیش رو بود، فکر کنم 5-6 سال پیش بود، به چند نفر از دوستانم گفتم بیاید روی خط، من شما رو میارم روی خط درباره انتخابات صحبت کنیم. یادم یکی از اینا گفتش که من بهتون قول میدم هیچ کس در انتخابات شرکت نمی کنه و اصلا مردم آنچنان ماشین ها رو تو خیابون ها جمع میکنن میبرن که اصلا یه خبرنگار خواهی بیاد تو خیابون اصلا حتی عبور مرور ماشین رو هم نخواهد دید. خب این نظر اون دوست من بود، حالا شاید هم الان هم درن میشتون یادشون گفته که چه حرفایی رو چه روزی زدن، ولی عملا دیدیم که اینطور نشد. اینقدر رژیم افرادی رو داره، سپاهی و بسیجی، از این روستا بره با اتوبوس برداره بره، از اون روستا با اتوبوس بره، از این شهرستانی هم که صندوق ها رو شلوغ میکنه و جمعیت رو پر میکنه و همه هم میگن انتخاب کردن و مردم هم میگن که خب ما انتخابات نکرد. ببینید ما مثلا فرض کنیم که فکرم خیلی شجاعیم، من در انتخابات شرکت نمی کنم، این که شجاعت نداره که. مگه کسی مجبور کردن به شرکت؟ مگه دولت گفته هر کی انتخابات شرکت نکنه ما پدرش در میاریم؟ همچین چیزی نیست که. شما شرکت بکنید در انتخابات، نکنید اونها انتخابات رو برگزار میکنن. ببینید من این رو بارها گفتم، اتفاقا در بحث با این دوستمون آقای کاشانی هم، داوود کاشانی، در پاریس هم
صحبت کردیم به همین نتیجه این قول دادیم بیا دو خط که خب مثل که پیداشون نشد. ببینید کشورهای مثل فرانسه، انقلاب کبیر فرانسه در سال 1789 یعنی تقریباً 200 خورده سال پیش انجام شد. انقلاب اکتبر روسیه در 1917 اون تقریباً 100 سال پیش انجام شد. انقلاب رژیم اسلامی هم در سال 1979 یعنی تقریباً 37 سال پیش انجام شد. این کشورها رژیمشون با انقلاب عوض شد. اما شما ببینید رژیم های کشورها دیگه عوض نشده. من 6 سال تو سوئد زندگی کردم. رژیم دولت سوئد از دیکتاتوری پادشاهی به دموکراسی پادشاهی تبدیل شد. از اینکه پادشاه همه کار بود الان به جای رسیده که پادشاه سمبل وحدت کشوره. پادشاه در جشن ها و نمیدونم افتتاح ها و در چیزا و سخنانی ها و در پدیده از شخصیت ها و اینا پادشاهه، ولی دخالتی در کارها نداره. دخالت در کارها همه به وسیله نخست وزیر و مجلسه. خب شما فکر کنید که سوئد چجوری به این مرحله رسیده؟ مرحله به مرحله به این رسیده. اگر اونایی که میخوان یک باره به این برسن فکرشون بسیار خوبه، منم تشویقشون میکنم، هورا زنده باد اگه بتونید یک باره رژیم اسلامی رو بردارید قید که به رژیم دموکرات به قول آقای اسماعیل نوریالی سکولار دموکرات بذارید. من برای شما دست میزنم، هورا میکشم، هر کمکی ازم بیاد انجام میدم، ولی نمیتونید. من نمیخوام آدم مایوس کنم، نیستم. من میگم وقتی شما در انقلاب 1979 یا 57 ایران وقتی که رفتیم شاه از حکومتش برکنار کردیم و آقای خمینی رو نمیدیم سر کار، همه گروه ها متحد شدن. خانم آقایون توده‌ای‌ها، مجاهده، چریکا، جبهه ملی ها، دیگه همه گروه ها متحد شدن. از خارج و داخل همه با هم متحد شدن، رفتن رژیم رو سرنگون کردن. و گذشته از اون بسیاری نیروهای خارجی، کشورهای خارجی نمیخواستن دیگه شاه رو تحمل کنن. به نظرشون میاده یک کسی آدمی هست که زیادی میخواد کشورش ترقی کنه و یه ذرم از خودش راضیه و یه ذرم اونها رو قبول نداره و نمیخواد روابط معمولی کشورها. روابط معمولی کشورها اینه که مثلا فرض کنیم که وقتی که کشور چین مثلا با برمه یا میانمار صحبت میکنه، اون کشور میانمار رهبرانش احترام خاصی برای چین قائل میشن، چون چین کشور مقتدرتر، بزرگتر، پرقدرتتر و از لحاظ نظامی اقتصادی است. پس اون یکم رعایت، مثلا رعایتی که فرض کنید که ستوان نسبت به سرهنگ تموم میکنه، یا مثل رعایتی که سرهنگ به مثلا ارتش بود میکنه، یک احترامی قائله. آقای محمد رضا شاه خودشو از رئیس جمهور فرانسه و آلمان پایین تر نمیدونست. خب برای اونا خوب خوب به مزاقشون خوش نمیامد، ولی برای ما که بد نبود که. منطقه ما یک خودزنی کردیم، یک خودکشی کردیم، خودکشی تاریخی، و اومدیم اون رژیم رو عوض کردیم. حالا ولی این کار با نیروی کردیم که همه با هم متحد بودن. وقتی مجاهدان میگن فقط ما، چپی ها میگن فقط ما، جبهه ملی میگن فقط ما، تنها کسی که حاضر به مذاکره است آقای رضا پهلویه، شاهزاده رضا پهلوی، که حالا به کسی بر نخوره دیگه. بقیه همه میگن ما، میگن با هیچ کس مذاکره نمی کنی. من براتون گفتم رفتیم فکر کنم که 5 سال پیش بود، رفتیم که یه دیگه هم شده، رفتیم پل شده درز پلوی، از اونجا رفتیم پلوی آقای بنیسد، قرار بود چند جای دیگه هم بریم که نشد. خب ما توانمون کم بود، گذشتمون هم کم بود، بین خودمون اون چنان که باید شد عملی نشد، بین خودمون اختلاف افتاد، کسی هم اختلاف ننداخت، خودمون اختلاف افتاد بینمون. خب
رفتیم پلوی شاهزاده رضا پهلوی، قرار شد که بریم با مجاهدها صحبت کنیم، ببینیم یه نماینده بفرستن با نماینده آقای رضا پهلوی حرف بزنن. بعد از این همه که های اوی و فلان و فلان اینا، بچه‌های مجاهد خیلی خیلی هم کمک کردن، خیلی هم بچه‌های مجاهد دوستان خیلی مایل بودن این اتفاق بیفته و خیلی هم کمک کردن. آخر سر اون آقای مربوطه گفتش که شما اول میخواید با ما صحبت کنید، اول باید بگید مرگ بر شاه، مرگ بر شیخ، بعد راه بیفتید بیایید. ما میخواییم بگیم با شاه صادر رضا پهلوی صحبت کنید، میگه بگو مرگ بر شاه، مرگ بر شیخ. به نظر من هیچ شاهی استحقاق مرگ بر شاه نداره، هیچ شیخ هم استحقاق مرگ بر شیخ نداره. بسیاری شاه ها ممکنه شاه خوبی باشن، بسیاری هم بد. بسیاری شیخ ها ممکنه شیخ های خوبی باشن، بسیاری هم بد. کسروی هم یه شیخ بود، کالوین و لوتر هم که پروتستان رو برپا کردن اونم شیخ چه بودن؟ همون کشیش بودن. پس بنابراین کشیش ها میتونن که بسیار فداکار باشن. ولی به هر حال اینطور شد. حالا برگردیم انتخابات. ببینید خانم آقای، من براتون یه مثال بزنم. ما یه دونه مادر من یک دایی داشت، داییش بود. این دایی، پدر من خیلی به این دایی احترام میذاشت، به دایی همسرش احترام میذاشت. چرا؟ دلیلش این که وسیله آشنایی ازدواج پدر من با مادر من اون آقای دایی شده بود که با پدر من آشنا بود. پدر من که مادر من نمیشناخت، اون گفته بود یه دختر خوبی هست و ارتباطشون رو برقرار کرده بود، با خانواده ها رفت آمد کرده بودن و به هر حال رفته بودن خواستگاری و عروسی جور شده بود. پس بنابراین پدر من به اون دایی همسرش خیلی احترام میذاشت. دایی هم تریاک میکشید هم عراق میخورد. ما بچه بودیم، شاید 6-7 سالمون بود، 7-8 سالمون بود. این دایی میومد شهر ما، پدرم با دوست که پدر من نه سیگار میکشید نه مشروب میخورد نه اهل هیچی نبود، من بسیار خوب بود، هیچ وقت هم به مادرم اسمش رو صدا نکرد، همیشه میگو خانم. هیچ وقت من نهیدم پدر مادرم سرم دیگه داد بکشن، هیچ وقت نهیدم. به هر حال با این وجود رفت برای اون آقا، هر وقت اون میامد برد براش عرق میخرید، تریاق میخرید، منقل میورد، آتیش اونا اونا میشست، من دورش میشستم دیگه، گرمشو میگرفت و منقل با فول میچسبوند و میکشید و بعد تکنید. آن رفتیم اونجا، رفتن که این جنگ ها اومدن زدیم اونجا اون رو کلشون رو شکستیم. حالا یا از خودش نمیگو و یکی دیگه میگو، مثلا فرض کن که در فلان جنگ فلان کرد، آنچنان گرز رو در آنچنان توفنگ میگرفت، این کار فکر کرد که این گرز با فروش واقعا گرز یا توفنگ یا توپه و ما همینطوری نگاه میکردیم، فکر میکردیم که این گرز با فروش مثلا یه اسلحه خیلی قویه. خب ما مردم ایران در همین مرحله آقای هاشمی هستیم، دایی همسرم، ببخشید دایی مادرم، همون گرزه رو دور سرمون میگردیم میگیم چیکار بکنم انتخابات؟ من انتخابات رو تحریم کردم. خب این که عمه این هم میتونه تحریم کنه که، این که کاری نیست که. مهم اینه که ببینید خانم آقایم، ما ملت ایران هرچی بگه آدم برای خودش بده، ما ملت ایران یعنی از جمله من، یعنی من از همه بیشتر دوچار مشکل تشخیص موقعیت خودمون شدیم. موقعیت خوب و بد خودمون رو تشخیص نمیدیم، صلاح و ضرر خودمون رو تشخیص نمیدیم. ما فکرمون با تحریم انتخابات همه کار درست کردیم. خب با تحریم انتخابات اگر شما مثلا طرفدار آقای روحانی هستید میتونید برید به آقای روحانی و یارانش رأی بدید، با تحریم انتخابات شما نمیرید رأی بدید، اون دیگرانی که با اونا مخالفن میرن رأی میدن، در نتیجه اون چیزی که بیشتر مورد توجه شما هستن میرن کنار. ببینید من به آقای کاشانی گفتم اگه دوتا فراش حکومتن و ما مردم هر روز باید از این دوتا فراش کتک بخوریم، قرار گرفتن که هر روز همه کتک بخوریم، هر کدوم 10 تا شلاق به اون بزن، یکی از این فراش ها شلاقه رو محکم میزنه، یکی از این فراش ها شلاق رو آهسته میزنه، این دوتا دعواشو میشه.
ما میتونیم بگیم مرگ بر جفتشون، مرگ بر جفتشون درسته اگه هر دوشون از بین برن، که البته از بین برن یکی دیگه جاشونو میگیره که. این آرزوی ماست که اون حکومت از بین بره، این فراش ها از بین برن، ولی اونی که نداریم. اما این دوتا که دعواشون شد، بریم طرفداری از اون فراشی بکنیم که آسته از شلاق میزنه. در نتیجه اگه این پیرو بشه اون یکی رو بندازن دور، در نتیجه فردا دیگه ما شلاق محکم نمیخوریم، شلاق آروم میخوریم، یک مرحله بهتر شده برامون. البته میدونم شما الان تو دلتون میگید که مینوی طرفدار رژیم شده و مینوی داره از رژیم استفاده حمایت میکنه کلا. من میگم دنبال رژیم نباشیم، گرزه رو تو هوا تکون ندیم. ما نمیتونیم کاری بکنیم، ما یک کاری کنیم که اون نیروهایی در رژیم که کمتر شلاق میزنن اونها بیان رو کار. ما به اینجایی که بس رسیدیم، آقای داوود کاشانی من گفت آه پس تو اصلاح طلبی، مثل که مثلا فرض کنی که فهمید حالا مثلا من قاچاقچی و هروئینم، پس تو اصلاح طلبی. آقای تختی یادش به خیر یه میرفته بود پلوش ها یه مدالی بگیره چی دونه. آقای شاه بهش وقتی دست داده بود به مدال شده بود گفتم آقای تختی شده نیشه اینگم شما هم ملی شدی. منظور شاه این بود که تختی رفته بود عضو جبهه ملی شده، به شاه خبر دادم و شاه هم به تختی با لبخند گفت چنیدم آقای تختی شما رفتی ملی شدی. آقای تختی جواب داد قربان همه ملی هم شما ملی. میدونی ملی دو تا معنی داره، یک ملی اینه که هر که طرفدار ملته. خب پس به اون تختی راست میگو همه ملی هم، همه طرفدار ملت هم، شما هم ملت رو دوست داشت. پس تختی به شما گفت قربان شما هم ملی هستید. اما یه معنیش این بود که شما رفتید جبهه ملی به آقای سنجابی و آقای طالقانی و به آقای مثلا فرض کنیم که دیگه بختیار و اینا یار شدید و دوست شدید. منظور شما این بود که البته در این مورد دیگه همه ملی نیست، همه که نیرن تو اون جبهه ملی شرکت کنم که. حالا اگر ما طرفدار اصلاحات بودیم، خب آقای کاشانی همه مردم طرفدار اصلاحات هستن در ایران، همه دلشون میخواد وضع مردم بهتر بشه، همه دلشون میخواد درآمد مردم بیشتر بشه، همه دلشون میخواد بیکاری کمتر بشه. حالا نمیخوام هی بشمونم، همون دیگه تکرار کنم، همه میخوان وضع مردم خوب بشه. خب یه سری آدم ها تو این کار راه میفتن و کار میکنن و عمل میکنن، یه سری آدم هایی هستن که جرأتشون بیشتره، قدم های بزرگتری برمیدارن، مثل آقای روحانی قدم های بزرگتری برمیداره. آقای خامنه‌ای میگه که نظارت استثوابی باید باشه، آقای روحانی فرداش میگه که نظارت به معنی دخالت نیست، نظارت اینه که نگاه کنن کار خلافی اتفاق نیفته، کار خلافی میخواد اتفاق بیفته جلوشو بگیرن، نه اینکه به اون دخالت کنن این باشه و نباشه. آقای خامنه‌ای میگه مواظب باشیم نیروهای نفوذی نیان. آقای روحانی میگه که ما نباید مسئله نفوذ رو بزرگ کنیم، ما نیروهای نفوذی نمیدونیم، اگر یک کسی هست از یک فرهنگ غربی صحبت میکنه ما نمیتونیم بگیم نفوذیه. من در یکی ببینید ما نمیدونم چجوری بگم براتون. شما ممکنه بگید آقا من مسلمان نیستم، جدا شدم از اسلام. بسیاری اینطوری هست، چه در داخل چه در خارج. من با یکی دوستانم صحبت میکردم که در یک مجمع دینی کار میکنه، نه که او بگیره بلکه همکاری داره با اونا. گفت خدا اگه بخواد، گفتم اگه من خدا دخالتی در من دیگه نمی کنه. کار راست میگیرین علکی میگن خدا 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 چه کاری به کار من تو داره؟ ما خودمون خوب باشیم خوب میشیم، خدا کار نمیکنه. خلاصه شروع که من تونتر حرف دادن. اما من شما اون اگه مسلمون هستیم، آیا بچه یه مسجد نرفتیم؟ آیا تو مدرسه قرآن شریعت نخوندیم؟ آیا به عمرمون نماز نخوندیم؟ خوب خوندیم، همون
این سمه تو کلمون هست. وقتی ما رفتیم گفتیم خدایا ما را به راه رسول هدایت کن، راهی که به اونایی که خوب بودن هدایت کردیم، نه راهی که به اونایی که بد بودن، یعنی من بوغم، یعنی من قابلمم، یعنی من هیچیم، تو من را به راه رسول هدایت کن. خب این فکر توی کلمه ها اثر میذاره. همطور که مانی اومد گفتش که مانی پیغمبر ایرانی زمان ساسانی هم گفت خداوند فرشته رو بر من نازل کرد، این فرشته رو من گفت تو نباید شراب بخوری، نباید گوشت بخوری، نباید با زنان هم نشینی یعنی هم خوابی داشته باشی. خب این مانی یعنی چی؟ یعنی از زندگی صرف نظر کن دیگه، یعنی دنبال عزت‌های زندگی نرو، به وقت لذت‌های زندگی رو فراموش کن، فقط با خدا باش، لابد خدا اون دنیا بهت لذت‌ها رو میده. مگه من بچه بودم آخونده میامدن گفتن هر چی شما در دنیا خوشی بکنید این به ضررتونه، هر چقدر ذلت بکشید این به نفعتونه، شما هر چقدر در زمین در زندگیتون اینجا سختی و بدبختی و رنج و عذاب بکشید اون دنیا وضعتون بهتر میشه. خب این وعده به اون دنیا یعنی تو رو خواجه کردن دیگه، یعنی تو کاری نمیتونی بکنی، تو به امید اون دنیایی. خب وقتی خدای ما را به راه ببر که به یاران نشون بدی، نه به یاران به راهی که مخزونی، یعنی ما کاری نیستیم، یعنی ما دایی جان ناپلون چونیم همین تقسیم دینمونه. خانم آقای باورتون شاید نشه، من همین از یکی از تلویزیون ها همین دو سه روز پیش شنیدم که یارم گفت چه روحانی بود چه نبود، چه ظریف بود نبود، برجام باید انجام میشد چون تصمیم از بالاها اومده. آقا بالاها کی هم که تصمیم گرفتن؟ منظور اون آدم یعنی بود امریکا و انگلیس. اینطور نیست، اگه آقای اوباما نبود، اگه جان کری نبود، اگر روحانی نبود، اگه ضعیف نبود، اون اگر اون عراقچی و تخت روانچی نبودند، این اتفاق برجام نمی افتاد، صلح انجام نمی شد، ما هنوز در کون مسکو و پکن بودیم. یه سری توی رژیم اسلامی نفوذ دارن، اینا میخوان همش منافع کشور رو در راه منافع مسکو فدا کنن، یه سری میخوان در راه مکه فدا کنن. یه زمانی بود میخواستن در راه لندن فدا کنن، قرارداد 19 آقای وسوق و دل پول گرفت بس امچان که حقوق بگیره لندن بود، اینا میخواستن ایران رو تحت نفوذ انگلستان بکنن، یک حزبی درست کردن، این حزب انقدر مردم شستشوی نقضی بودن که به اینا باوروندن، یعنی اینا باور کردن که اگر ما زیر دست انگلیس باشیم به نفعمونه. خب میتونن بگن دیگه، تکرار کنن، آقا شما اگه تو خونتون هستید، اگه مینتون شامتون دیر میشه فلانتون میشه، این خانه و همه رو بدید به آقای فلان کسی که اون بغله، اون میاد همه اینا رو کنترل میکنه، شما رو هم جا به جا میکنه، هر کی هم بخواد برمیداره مره خونه خودش هر کاری بخواد بکنه، ولی عوضش شما شام و نهار تو راحت‌تره بهتره. یه ذره تکرار کنه تکرار کنه طرف قبول میکنه، میگه بذار دختر من زن من هر بلای سرش اومد، من اقلا شام و نهارم خونم سرد نمیشه، گرم نمیشه، غذام راحت باشه. اونم تو کله ایرانی اینطوری کردن که اگر انگلیس بیاد اینجا رو بگیره ایران میشه مثل انگلیس و در نتیجه وضعتون خوب میشه. در حالی که هیچ وقت ایران مثل انگلیس نمیشه و امریکا اگر هاوایی رو یه ایالت خودش میدونه به مردم هاوایی همون خدماتی رو میده که مردم واشنگتن میده، ولی انگلیس اینطوری نیست. انگلیس یعنی میخواد از مردم سوء استفاده کنه، از استعمار کنه، منافع مردم رو بگیره و ضمناً این حکومت انگلیس نمیدونم به چه دلیلی اصلا نفرت داره با ایران و ایرانی و حکومت و تاریخ و فرهنگ ایران، رژیم نفرت داره. نمیگم مردم انگلیس ها، مردم انگلیس مردم خوبی هست،
من این دفعه رفتم من نزدیک با ایشون آشنا شدم، بسیار مهربان و خوب هستن. الو گوشی 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 آقای ناصر توکلی مدیر محترم رادیوی ایران هوستون و تگزاس روی خط هستن. آقای توکلی بسیار خوش آمدید به برنامه ما. خواهش میکنم. درود به شما و بینندگان و شنوندگان. من همیشه عادت دارم بیام روی خط شما و تلفن ها رو اعلام کنم. لطف میکنید شما، لطف میکنید. امروز راجع به رأی دادن فرمودید. بله. اگر مردم ایران از خونه بیرون نیان و رأی ندن، در تمام دنیا میپیچه که کشور ایران، مردم ایران موافق جمهوری. عزیز دل من، قربون شما برم آقای توکلی عزیز، 37 سال همی حرف رو میزنیم، کی این اتفاقی شما میگید افتاد؟ مگه این همه بسیجی و سپاهی و این همه مأمور دولت و این همه نوخور دولت عدهشون کمه که برن خیابونا رو پر کنن؟ همین مردم اینا رو میبرن و جابجا هم میکنن. آفرین، جابجا میکنن از این عرضه به اون عرضه. ولی خب وقتی که مردم بشینن تو خونه عدهشون بگه چه رد، یک دوام مردم ایران هم نیست. اینی که به نظر من مردم روزی که رأی دادنه باید تو خونه بشینن. بله، نظر شما که نه، بلکه نظر بسیاری از ایرانی ها اینجوریه. بله، ولی من نظرم فهم میکنم. بله، شما هر کسی برای خودش نظری داره. آفره. و برای من محترم. من نظر شما برای من محترم. به هر صورت من میخواستم تلفن ها رو اعلام کنم که دوستان بیان روی خط نظر بدن، همینطوری نشینن شنونده باشن و بیننده. اگر نظری دارن خب بیان روی خط سخن بگن، صحبت کنن. همینطوری نشستن و نگاه کردن و هیچی نگفتن، همینه که میبینید که ما هیچ وقت به هیچ جا نمیرسیم. جناب توکلی ببینید، الان برای شما چقدر راحت بود یه شماره رو گرفتید، زنگ زدید، من برایشم رو خط با شما صحبت میکنم. خب این برای همه یکی که همینان عزیز امکان پذیر همین امر. بله، ولی بعضی ها میگم که ما شماره رو نداریم، از رادیو گوش میکنن. خب من شماره ها رو اعلام میکنم، چه از رادیو گوش میکنید یا هر جایی شما میتوانید یادداشت کنید و هر نظری دارید، سخنی دارید، زنگ بزنید. آقای مینونی هم که همه رو روی خط را میده و سخن خودتون رو میگی. شماره تلفن آقای مینونی رو اول عرض میکنم، از 281 اریاکود هست، 835-3063. به همین شماره زنگ بزنید، 835-3063 بودم 281. تلفن تلویزیون ایتو که ما سخن گفتیم با آقای امیدوار، قراره که اگر کمکی بشه دوستان همونقدر آقای امیدوار هست بستر از کمک بشه، بیلن تا شب نوروز قراره که تلویزیون ایتو رو روی ستلایت ببریم. اگر شما زنگ بزنید به آقای امیدوار و هر کاری از دستتون ساختن انجام بدید، مطمئن باشید تنها تلویزیونی که برای مردم ایرانه و برای مردم سخن میگه تلویزیون ایتو هست به نظر من، و میتوانید یک کاری انجام بدید مثبت باشه. تلفن آقای امیدوار هست، دوبار میگم یادداشت کنید، زنگ بزنید و این کار رو انجام بدید. ریاکود 703، شماره تلفن 655-5268. یک بار دیگه اگر یادداشت نکردید باز میگم، ریاکود 703، شماره تلفن 655-5268. تلفن آقای سوروی دوست عزیزم هست، بردم تیوی 703-957-6150.
503-957-61-50 این نتیجه بیداری رو هستی و میگیم که آقا یک تلفن بزنیم آقای سیاوش لشکری این نتیجه رو بخواد، مخارجی نداره. ما ببینید که چقدر این نتیجه ایرانی رو برای ایرانی نوشته شده و چه بزرگانی در این نتیجه مطلب نوشتن. آقای یاوت لشکری زنگ بزنید با شماره تلفن 858-320-2013. یک بار دیگه میگن یادداشت کنید 858-320-2013. رادیوی ما هم که سه تا رادیو KRIST.com هست روی تیلویز قسمت رادیو ها هست و سه تا رادیو KRIST.co هم هست. البته این سه تا رادیو که آقای توکل میگن این سه تا رادیو بعد داد و چون رادیو ایران هوستون تگزاس پس RIHT یعنی رادیو ایران هوستون تگزاس بعد دات کام یا دات کو هر دو میگیره. بله هر دوش هست. زنگ بزنید یا حتی اشکال داشتید به من زنگ بزنید با شماره تلفن 713-485-4300 713-485-4300. از تو خواهش میکنم که همین الان با آقای سیاوش لشکری زنگ بزنید با شماره تلفن 858-320-2013. این که کاری نداره یک تلفن بزنید هر جای دنیا باشید این نشریه بیداری رو براتون میفرستن. آقای لشکری 858-320-2013 اگر با من فرمایشی دارید بفرمایید و الله من به شما بگذارم. بله من عرضم با شما سپاسگزاری بسیار زیاده. بله مرسی. پاینده باشید. پاینده ایران. خب اجازه بدید که یک بریم روی زنگ تفریح بعد بیان روی بقیه مطالب. زنگ تفریح من این دفعه مطالبیست که از مجله خوب راه زندگی براتون انتخاب کردم. بعضی دوستان برای من میفرستادن، آقای سیمون مگدمیان همیشه برای من مطالبی میفرستادن، حالا یه دونه وبسایت میدن میگن برو اونجا برو اونجا و من امکاناتش ندارم برم اونجا برم اونجا. بله این آقا رو میشناسید یا نه؟ الو درود بر شما. گوشی جناب امید امیدوار مدیر و صاحب تلویزیون ای تو لطف کردن روی خط هستن. جناب امیدوار خوش آمد بفرمایید. درود بر شما. اولا به همه بینندگان و شنوندگان بگم برنامه‌ای که پخش نشد به خاطر اینکه در واشنگتن برف بود همه گفتین تفسیر ما بود در تلویزیون که برنامه شما پخش نشد. اول خواستم اینو بگم بعدم درود برسم به شما بعدم درخواست بکنم. من البته خیلی خیلی خودم ناراحتم بعد موقع میام رو خط خب مخاطب خودش برنامه داره میتونه تو برنامه ها صحبت کنه ولی منی که میشینم مثلا در برنامه صحبت میکنم یا دوستان دیگه خب تنهایی هستیم هر کی نظر خودشو میگه مخالفی نیستش یا کسی که با یه طرز فکر دیگه باشه نیست که آدم بشینه راجع به مسائل بحث کنه چون بحث کردن راجع به مسائل از من روشن شدن بله. مسائل بله. هر دو طرف حالا یه مقدار من یاد میگیرم و دوستان دیگه یاد میگیره شما شاید تغییری بکنی یا نکنی مسئله اون بحث است که مردم تصمیم بگیرن. بله. من خواستم از شما خواهش کنم در یه برنامه حتی اگر میشه تلفنی اگر براتون مقدور نیست با اسکایپ تلفنی در یه بحث بیاین که کسانی دیگه هم باشن مثلا هفته دیگه سه شنبه اگر بشه که دکتر سعید احمدی هستن راجع به انتخابات ما هم هستیم شما هم هستیم بتونیم بیاین که راجع به مسئله صحبت کنیم برای اینکه خب دیدگاه ها فهم
تمام میکنه و بد نیستش که راجع به این موضوع ذره بیشتر صحبت کنیم. بسیار عالی. بله عرض کردم بسیار کار خوبیه. بله اگه بشه این کارو بکنیم، برای اینکه اولا من نظرمو بگم، الان برای غیر از که بریم در روز دیگه که به نظر منش فرقی نداره، رأی بدن ندن تأثیری در هیچی نمیکنه. درست مثل اینه که ادعی بگن شما رأی بدین چی دوست دارین، ولی وقتی رأیتون رو نوشتین بریم زیر سطل آشغال، خب بهش تأثیری در مسئله نمیکنه. یعنی نیست. و به غیر از این اصلا کالچر ما این آداب و رسومی که کشورهای مثل ما و اون کشورهایی که در اون ناحیه وجود دارن معمولا به نتیجه رسیدن و خیلی سریع میخوان بهش برسن. برای همینه که مثلا اگر نگاه کنین، من اولی که اومده آمریکا و صحبت شد راجع به این تمیز کردن طبیعت، یعنی که انسان ها هر کدوم باید آشغالاشون رو از هم جدا بکنن، پلاستیک ها رو یه جا بذارن، کنار یه جا بذارن. من خیلی موقعا که برمیخوردم خودم هم اونطوری بودم، بگودم حالا من یکی این کار رو بکنم چه فرقی میکنه. و بعد یواش 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 رفت جلوتر، بیشتر در این مملکت مونیم، من نگاه کردیم دیدیم این یکی ها هستش که تأثیر میذاره، ولی چون اینا عجله ندن این میگه من وظیفه خودم رو انجام میدم. به نظر من رأی دادنی که شما داری میگی، اولا به نظر شما اصلا رأی مردم تأثیری خواهد داشت در نتیجه گیری آینده ایران؟ به نظر من البته تأثیر داره. یعنی شما فهم کنید پس رأی مردم رأیی که به انتخابات تأثیر میذاره. ببینید آقای امیدوار، مسئله اینه که اون رژیم که نمیذاره مردم رأی خودشون بدن، اون رژیم میاد چهار نفر انتخاب میکنه خودش، بین این چهار نفر میگه شما یکی رو انتخاب کنید. درست؟ خب ببینم اصلا تأثیری داره؟ آره، بین اون چهار نفر یکی رو انتخاب کنید، رژیم اون چهار نفر رو میذاره میگه چه یکیش انتخاب کنید. خیلی خوب، ما یکی که کمتر بده انتخاب کنیم. خیلی خوب، حالا ببینم اون زمانی که احمدی نژاد بود و مردم و رأی ما خوب چی شد؟ اینجا تقلب کردن. خب یعنی شما میخواهم دفعه تقلب هست دیگه. بله هستش، اما تأثیری نداره. الان اینا اگه همه چون برن بگن آقا ما میخواهم با آقای پرویز مینویی رأی بدیم، نه آخه ببینید آقای امیدوار، اصلا اونا نمیذارن پرویز مینویی آدمای مثل من اونا اصلا بیان انتخاب بکن، کاندیدا نمیشن. کاندیداها افرادی هستن که از صافی رژیم گذشتن. خیلی خوب، اونی که در زمان احمدی نژاد جزء اونا بود که خودشون گذاشتن، موسوی بود، سید حسین موسوی بود. خب چرا نشد اونا؟ خب برای که آقای خامنه‌ای دستور داد که برن رأی رو عوض کنن. بعد درود بر شما، پس رأی مردم زیاد مهمه. آره ببینید مردم خیلی، ببینید که هم دیم ما رأی ندیم، خب رأی ندیم، این همه سوال ندادیم که فرق شد. سوال کنم آیا رأی که شما میگی من موافقم، این رأی برای چی وقت تلف کرد؟ ببینید این رأی برای احتمال مفیدی است که برای مردم باشه. شما فهم کنی هست یا چیش؟ من میگم احتمال مفید. ببینید احتمال قبل از شما یه احتمالی میدی که جمهوری اسلامی شد دموکراسی رو رعایت کنه؟ نه ببینید اجازه بدید ببینید بین اون چهارتایی که رژیم خودش انتخاب کرده، بین اون چهارتا به شما اجازه میده که یکی رو انتخاب کنید. در مورد احمدی نژاد تقلب کردن، این حرف خود چون زیر پا گذاشتن. اجازه بده آقای مینی بذارید برای اینکه روشن‌تر بدیم. اول نتیجه اینه گرفتیم که شما هم موافق با این بودین که در زمان احمدی نژاد مردم ریختن تو خیابونا هزاران هزار و گفتن رأی ما کو، برای اینکه به موسوی رأی داده بودن، ولی حکومت تصمیم گرفت که احمدی نژاد بشه. درست کاملا درست. بله فرض میکنید که الان اونجوری که شما میگین برن مردم رأی بدن به یک نفری به نام ایکس، یه آدم که خودش من گذاشتن اونجا، از چهار نفری که اونجا مردم برن به شماره چهار رأی بدن، آیا اینها اگر اونی که خودشون میخواد نباشه، اگر اونی که خودشون میخواد باشه که میذارن، اگر اونی خودشون میخواد نباشه آیا انتخاب میشه؟ ببین جناب امیدوار، اگر اینا چهار نفر بذارن که رأی بدید، پس اون چهار نفر هر دو رو مایلن، یعنی مشکلی بهشون ندارن که بشه. جونم موسوی چرا گفت اینو تقلب کردن دیگه، وسطش نظرشون برگشت. پس نظر برگشت دولت مهمتر از نظر مردم، درسته؟ صد درصد. خیلی خوب، اگه نظرشون مهمتره و ما معتقدیم که اینا دموکراسی، یعنی حرف مردم در این حکومت ربطی پیدا نمی کنه، این رأی دادنه چه سودی داره؟ آها
باز من برمیگردم حرف خودم، یعنی ما داریم تکرار میکنیم، من میگم بین بد و بدتر اگه ما بد انتخاب کنیم یه مرحله جلوی. یعنی خیلی خوب، یعنی شما میگی که امکان داره که اینو بتونن یعنی یه ذره بهتر انتخاب کنن. ببینید در زمان موسوی تقلب کردن، احمد نژاد شد دیگه نمی کنن. نه ببینید در زمان روحانی نکردن، تقلب نکردن، روحانی شد. ببینید آقای مینی، من به شما میگم شما اومدین خونه من میگم شما موز میخورین یا سیب میخورین یا پرتقال؟ درسته. من فقط تو خونه موز دارم. درسته. شما موز بخورین. اگه شما موز را انتخاب کنید خوب بهتون میدم دیگه، شما میگه من انتخاب کردم. درسته. درسته. بگی میگم در موز باید بخورید. درسته. من اگه نه اومدی موز را انتخاب کردم، پس این انتخابی که من به شما دارم میدم برای اینه که سر شما کلا بذارم. مثال درست نیست آقای امیدوار. برای تو مثال میدم. ببین دو تا انتخابات در نظر بگیرید. انتخاباتی که موسوی بود که دوره دوم احمد نژاد بود، 4 سال جلو بود، میخواد 4 سال دیگه بشه. مردم به موسوی رأی دادن که از خودشون بود. ولی آقای خامنه‌ای وسطش نظرش عوض شد به موسوی، چون که از قبل هم دشمن بودن. میدونی که بعد گفتم. ولی در زمان که روحانی بود آقای موسوی بود، یعنی همونی که خودشون می‌خواستن. نه ببینید دخالتی نکردن، در اون چهار تا رو گفتن نیومدن. نکردن برای اینکه به حرف خودشون در اومد. ببینید وقتی که همه گروه های مختلف حتی از اون شورای ملی وضعیت و همه گفتن برین در انتخابات شرکت کنین، برین در انتخابات شرکت کنین، ببینید در انتخابات شرکت کردن چه سوری داره چه زرد. اجازه بدید من بگم. من شما این تموم شد یا شرکت کردن در انتخابات هیچ تأثیری برای مردم نداره. برای اینکه خامنه ای تصمیم گیر برای کسی که میخواد دفعه بعد بیاد، اینو شما قبول داری یا نداری؟ بله بله. ولی حالا اینجا اگر برن مردم انتخاب بکنن هیچ فرقی نمیکنه. اما حالا بیایم و بگیم مردم نرن رأی بدن چه اتفاقی میفته؟ مردم نرن رأی بدن، بازم اون هر چی دلش میخواد میذاره. درسته؟ درسته. خیلو تا اینجا که یکیه، ولی یه چیزی فرق میکنه. فرقش اینه که به دولت جمهوری اسلامی وابد مردم بهش میگن نه، این نه گفتن به حکومت، یعنی ما این حکومت رو رسمی نمیشناسیم، این حکومت اومده کشور ما رو گرفته و ما در رای گیری شرکت نمی کنیم. یعنی ببینین اگر CNN الان اعلام بکنه که ما میخوایم رای گیری بکنیم، هیچ کس نره رای بده، یعنی CNN رو قبول ندارن برای اینکه شما رای درست مردم رو اعلام میکنین. اما اگه هزاران نفر برن تو CNN رای بدن، دوباره فردا بیان اینا هم حرف خودش رو بزنن، یه بار دیگه دوباره مردم بیان تو CNN رای میدن، دوباره مردم تو CNN میاد. آقای امیدوار من اشکالم اینه که یکم مأخوذ به ایام اغلب میکروفون میدم به طرف مقابل، خودم ساکت میشم. نه خب برنامه شما صحبتت نکرده. شما گفتین آنودی نظرتون چیه؟ من نمیخوام نظر شما رو عوض کنم، میخوام بگم که شما کاملا 100% حق دارین که نظر خود رو داشته باشین، ولی مطمئن باشین دارین اشتباه. مگه نگفتید بین صحبت میخوایم به حقیقت نزدیک بشیم؟ خب ما دنبال همین قضیه ایم، مثلا برای که حقیقت نزدیک بشیم باید منم صحبت کنم. اگر فقط شما صحبت کنید بله. نظر من اینه، نمیخوام عوض چه جزء بحث نمیتونه باشه. درسته. شما یه دفعه آب پاکی میزید رو دست همه، مثل اینه که من برگردم بگم آقای مینی عزیز الان ساعت 7:30 بعد از ظهر وقت واشنگتنه، شما میگی نه 6 صبح، من میگم 7:30، شما میگی نظر من اینه. بله. من دیگه چی بگم دیگه؟ من میگم آقا شما اشتباه میکنید، شما میگی نظر من اینه. حالا اجازه بدید دلیل بیارم. اجازه بدید من دلیل بیارم. شما اگه بردارین ما به نتیجه میرسیم. من دلیل بیارم. ببینید موضوع بعد و بدتره. مردم میرن رأی اصلا موضوع بدبختر نی، موضوع به نتیجه رسیدنه. من یه سوال از شما دارم، بدبختر آیا شما این مبارزه که داریم با اسلام میکنین شما امکان داره بتونی اسلام از بین ببرین؟ ضعیفش میکنن دیگه. خب ما همینه میگیم، ما میگیم حالا به جایی که بریم، به جایی که اسلام آرش و دارش رو ورداریم، بگیم حالا این دارشی ها بیان بیان، ما میخوام بگیم مثل جمهوری اسلامی بیاد که به جایی که تو خیابون رو توپ تانک بزنه مردم رو گفتن خود رو زندان نمی کشه، حتی آقاد برو فقط میدونه تو زندان. آیا شما راضی میشین به این که فقط از تو زندان نکشه؟ اگر دو تا انتخاب جلو من باشه، یکی مردم میندازه تو زندان میکشه، یکی مردم میندازه تو زندان نمیکشه، به این معنی که میندازه تو زندان و نمیکشه. انتخاب شما
انتخاب برای من انتخاب سوم هست. اگه باشه، اگه باشه من نمیرم سراغ انتخاب سوم. ولی اگه فقط این دو تا باشه انتخاب کنین، نه اونها. اونها به شما اجازه انتخاب از ما ایرانی ها گرفتن، درسته. درسته. ما انتخاب نمیتونیم بکنیم. آخه ببینید، همیشه یک راه دیگه هم وجود داره، اونم راه آزادی فکریه. یعنی شما به جای اینکه بین بد و بدتر انتخاب کنین، باید هیچ کدوم انتخاب نکنین. خب این 37 سال مردم کردن، نتیجه گرفتن. 100 سال دیگه هم بکنین باید ادامه بدین در این راه. آقای میمیرازید، چون نشده که دلیل نیست نمیشه که. من حالا برای شما اینو بگم، میدونین کسانی که اینو لطفا برین بپرسین بخونین، کسانی که میرن در جنگل یا در فارست، جایی که میرن راهپیمایی میکنن یا میرن شکار میکنن، گم میشن، اینها نمیتونن راه خودشون رو پیدا کنن. 85% اینا در یک مایلی جاده ها و شهرها از گشنگی و تشنگی مردن. بله. رفتن پیدا کردن که اینها به خاطر اینکه شک میکنن این دور خودشون میچرخن. بله. اگه راهشون رو ادامه میدادن به نتیجه میرسیدن. دلیل نمیشه تا حالا نشده، 6 ماه دیگه نشه، 1 ماه دیگه نشه، 2 سال دیگه نشه، 5 سال دیگه نشه، 6 سال دیگه. در هر صورت اون راهی که من میگم و شما ادامهش دارین تو تلویزیونت برنامه‌تون به عنوان آزادی فکر، رهایی از دین اسلام، آزادی مردم ایران رو سعی میکنی، هنوزم شما بعد از این 7 سال به نتیجه نرسیدین. ولی میبینید پیش خودتون میگین من نمیام انتخاب دیگه بکنم، بگم حالا اگه حضرت علی بده برم فاطمه رو انتخاب کنم، اگه امام حسین نمیگن کش آدم کش بوده حسن رو انتخاب کنم. همه شون یکی هم فرق نمیکنه. اما با یک نه، ببینید اینجاست که دو دستگی های فکری بین مردم پیش میاد. برای که اون کسانی که میشینن این رسانه ها رو نگاه میکنن، که ما در رسانه های دیگه میبینیم الان تو مال خودمون هم این کانفلیکت، این اختلاف فکری پیش اومده، یه 3-4 تا برنامه میشینن میگن اگر رأی بدین دارین کمک میکنین به اینکه جمهوری اسلامی رو به صحت زدین، شما میان از این ور نشینی میگین که به نظر من اگه بد و بدتره به اون برین و اب نداره بدین رأی بدین. و یعنی دولت جمهوری اسلامی رو به قبول بکنین که این درسته و ما ایرانی ها قبول کردیم، حالا بیدیم بهش رأی میدیم. و چون داریم رأی میدیم دیگه اینا که خب دنیا میگن نگاه کنین زمان خمینی اومد گفت 99% جمهوری اسلامی رأی دادن. حالا من سوال از شما دارم، آیا 99% مردم ایران رأی دادن؟ ما 50% بی‌سواد داریم، رأی نمیتونن بدن. پس دروغ داشت میگو. اما اگر هیچ کی تو خیابون نمی اومد و رأی نمیداد که نمیشد اون موقع، ولی الان اگر میگن ما میخوایم انتخابات بکنیم، خیابون ها خالی، شما میگه نمیشه، قبول دارم. ولی من ببینید یک فیلسوفی برگشت گفت اگر شما از بالای یه پرتگاه بزرگی پرت شدیم پایین چیکار میکنین آقای مینوی؟ خب پرت شدیم دیگه. خب چیکار میکنین؟ بعد سالم هم که راه میرسم، اگه مردم که مردم دیگه. حالا چیکار میکنی؟ اون وسط چی فکر میکنی؟ چیکار میکنی؟ وقتی خوردم زمین یا مردم یا زندم دیگه. اون وسط که افتادیم چیکار میکنی؟ وسط دارم میام پایین؟ بله دارم میام پایین، میگم زندگیم تموم شد. خب همینه که شما این فکر میکنی. باید سعی کنین پرواز کنین، سعی کنین بچرخین، سعی کنین به درخت بکنین. باید سعی بکنین در موقع مردن هم باید سعی بکنین برای راه درست رفتن. من به این حضورتون قبول دارم، موافقم، ولی گاهی وقتا کاری نمیتونیم بکنیم. 37 سال نشده. آیا شما میگه 38 سال هم نمیشه؟ 39 سال، 40 سال چی؟ 42 سال چی؟ 45 سال چی؟ 50 سال چی؟ بالاخره آقای مینوی باید از اینو راحت چی؟ درست یا نه؟ درسته. ببینید من میگم با آدمای با دو جناح مختلف حکومت رو به جان هم انداختن بهتر حکومت ضعیف میشه. برای که ما اصلا برای که ما نمیتونیم یک پارچه بشیم که همه رو بندازیم. در زمان خمینی آقای نگر همه متحد شدن. در زمان خمینی الان غیر ممکنه متحد بشن. نه الان مفرق. آقا ببینید متحد نشده. شما ببینید جناح ای رو با جناح بی بندازید به جنگ هم دیگه، یا بی بندنش یا ای دیگه، از این دو حالت شما که خارج نیستش که. درسته. حالا پس فردا برای 35 سال میفته دسته بیا، دسته یه سری آخوند دیگه میفته.
خب بعد از اون دوباره مردم میان میگن بیان حالا سیار انتخاب کنی، آخونده شما رو سر انتخاب کنی، باز میان بعد 35 تا دست اونها میفتی. اما اگر ما بگیم ما به هیچ عنوان در هیچ چی شما شرکت نمی کنیم و مردم رو تشویق کنیم که حتی در روز انتخابات شده مریض بکنن خودشونو، شده پاشونو بزنن و بشکنن، شده تو سر همدیگه بزنن که زخمی اصلا احتیاج ندارم نرن اینکه نمیگه چون نایمدیم. خب منم همین نمیمدیم شده. ببینید فرقش اینه که من و شما این منطق رو داریم با هم رجوعی صحبت میکنیم بل. اما پخش شدن این صدایی که برین رای بدین، پنج تا آدم میگه آخو بله موقع مگه ندیدین آقای مینوی گفت بلین بدین، آقای مینوی مگه حرفای بد داره؟ بینید که قشنگ داره حرف میزنه. آقای مینوی راجب دین گفته ضد اینا هم هست، توی همه کارم میکنه، به ما گفته برین. من هم بیشه به خودش فکر میکنه منطق شما به نظرش درست میاد. بله، یعنی شما دارید که درسته که جمهوری اسلامی قدرت اینو بگیره که بگه مردم در انتخابات ما شرکت میکنن، نه که تاثیر داره. شما حق دارین، هیچ تاثیری هم نداره برادران، ولی صحت زدن به حکومت اسلامی که کشور ما رو تحت، نه من اصلا منظورم صحت دادن به حکومت اسلامی، حکومت اسلامی قاصده. بلنشم بگم به من رأی بدین، من شما بگم آقا حالا که ما چی نداریم بیاییم با حال امیدوار رأی بدین، خب یعنی صحت دادیم به من دیگه. ببینم الان شما بگیم بریم به دونالد ترامپ رأی بدین، درسته؟ بله. یه عده میگن که آقا یه دونالد ترامپ داریم، یه جنرال ترامپ داریم، یکی هم پانل ترامپ داریم، سه تا پانل ترامپ برای شما میذارن، شما میدونید همه شده یه هم دیگر. بعد میاد شما میگین آقا حالا داریم به اون یه ذره بدتره رای بدیم، یکی میاد میگه آقا اصلا به هیچ کدوم اینا رای نده، بذاریم به هم بخونه رای خورده. این چه انتخابی شما گذاشتید؟ ببین آقای امیدوار، مثالتون خوب توجه کنید، من همین مثال شما رو به خودتون برمیگردونم. اگر بگن سه تا دونالد ترامپ، یک دو سه، برو یکی از اینا رای بده، ما ببینیم که حرفه اینو مثل همه حرفه اینو هم بدن هیچ کدوم رای نمیدیم. اجازه بگیم حالا من بگم، حالا اگه ما بدونیم که به هیچ کدوم رای ندیم، بازم یکی از اینا انتخاب میشن چی؟ آه ولی اگه نرم مجموعه مردم رو تشویق کنم که نریم، اون رای گیری بی‌معنی میشه در جامعه دنیا. آخه اینی که شما میگید بی‌معنی میشه، 37 سال این بی‌معنی نشده. ترامپ هیچ کی بهش رای نداد، اون یکی جت بوش هیچ کی بهش رای نداد، اصلا کسی رو زیرش حرف نمیزد. ببینید آقای امیدوار، من اگه بدونم که به رای رفتن من این دونالد ترامپ های یک و دو سه هیچ کنون انتخاب نمیشن، حتما نمیرم. اما اگه بدونم شما اگه یه پلاستیکو، یه تیکه پلاستیک، لیوان پلاستیک کوچیکو تو خیابون بندازی یا نندازی فرقی میکنه؟ ببینید من جنباله حرفم بذارید تموم کنم بچون. ببینید اگه من بدونم که اگه من نرم و همه مردم نرم به هیچ کنون این دونالد ترامپ ها رای ندم، این انتخابات به هم میخوره، همشون میفتن، حتما حرف شما رو گوش میدم نمیرم. اما اگه بدونم، اجازه بدید من حرفم تموم شه. ببینید چون این کار درسته، درسته؟ نمیذارید من حرفم تموم شه. اما اگه من برم بدونم که این دونالد ترامپ ها چه من برم چه نرم یکیشون انتخاب میشن، پس میرم به اون دونالد ترامپی که کمتر ضرر داره رای میدم. خب این بزرگترین اشتباهی که یک انسان در زندگیش میتونه بکنه، ولی که شما رفته بازیچه دست اونا قرار گرفته. من میگم تصمیم خودتون بگیرید، نذارین اون سه تا تصمیم جلوتون بذارن شما برین اون تصمیم رو بگیرید. من میگم من تصمیم چهارم میگم، میگه چی میگم؟ اصلا نمیام. بله خب آخه مسئله اینه که شما امریکا رو با ایران مقایسه میکنید، ایران آخه مردم برن یا نرن فرقی نمیکنه. خب چرا میگیم برن؟ برای که برن ممکنه که اونی که کمتر بده انتخاب بشه، فرقی نمیکنه که. نه منظورم اینه که رژیم نمیفته، منظورم اینه. من قبول دارم، ولی شما که میگین فرق نمیکنه، چرا شما میگین برن؟ برای که من میگم برفتنشون احتمال داره اونی که کمتر بده انتخاب بشه، به جای احمدی نژاد روحانی انتخاب بشه. نمیشه که. اگر این که شما میگین درست بود من گفتم برن، ولی شما که میدونی که ولایت فقیه اسمش از ولایت فقیه، و شما در این 37 سال دیدین که هیچ تأثیری نمیذاره. من در این 37 سال دیدم آقا مثلا خاتمی با احمدی نژاد فرق داره. خاتمی با احمدی نژاد معلومه همشون با هم دیگه فرق دارن. مگه امام حسن با امام حسین فرق نداشته؟ بله. مگه علی با کاظم فرق نداره؟ چرا فرق داره؟ ولی همشون یکی هم. هیچ فرقی نمیکنه که شما برید برای امام حسین قمه بزنی یا برید برای زهرا کبری. ببینید آقای امیدوار، شما اگر دلیلی برای من بیارید، اگه من معتقد نیستم که شما میگید من ساعت هفته من میگم ساعت چیش صبح، نه اگه دلیل بیارید من دلیل قبول میکنم. من میگم مردم
در ایران به نرفتن و رأی ندادن هیچی به دست نمیارن. چرا؟ شما فرض کنید، من یه سوال دارم، شما فرض کنید خیابون‌های ایران یک سوم بشه جمعیت که اومدن بره، بعد که دوربین‌های تلویزیون ایران بخواد بره برای مردم نشون بده، مجبور شه یه دونه که مال خودشون فرستادن رو بره نشون بده، دیگه جمعیت نیومدن رأی بدن. شما میدونین در جواب در دنیا چه اتفاقی میفته؟ اینا میگن این مردم به این حکومت قبول ندارن، در رأی گیریش هم شرکت نکردن. فقط این حسنه داره، حداقل این حسنه. آقای این حرف رو 37 سال گفتین، 37 سال گفتین هیچ فایده ای نداشته. بازم بگین آقای مینوی چه اشکالی داره؟ یعنی شما چی میخواد فردا درست شه؟ نه نمیخوام فردا درست شه. ببینید من باز برمیگردم به حرف اولم، کشورها رژیماشون یا مرحله مرحله عوض میشه یا لف انقلاب میکنن. ما زورمون نمیرسه یه دفعه حکومت بندازیم. پس خوب مرحله به مرحله بگیم. شما که سنتون دیگه میرسه به اون جایی که بدونین، من 18 سال 19 سالم بود زمان شاه، من از دبیرستان اومدم بیرون، برادر من در دانشگاه تهران بود و تازه اول اون شلوغی ها، امکان نداشت کسی فکر کنه حکومت پادشاهی قدرتمند دنیا با تمام اون سپاهش با تمام اون ارتشش میفته. در یک ماه انداخت افتاد. جمهوری اسلامی پشه اونم نیست، جمهوری اسلامی آردی از بین رفته آقای مینوی، ولی من و شما در راه اشتباه داریم میریم. شما چیه؟ هر روز از این بر به اون بر میشیم، مردم رو گیج میکنیم. یه روز میگیم آقا رای بدیم، یه روز میگیم آقا رای ندیم، یه روز میگیم میخواد بدیم، یه روز میگیم میخواد نریم. من یه دوست دارم دو سال، سه سال، چهار سال، پنج سال پیش گفتیم یک از اونهایش که دستش تو رژیم اسلامی بوده، نماینده رژیم اسلامی در سازمان ملل بوده، چند سال برگشته از اونها و ازش هم چه، بعد میگفتش که رژیم اسلامی اصلا افتاده مرده، یک کسی نیست بیا جنازه‌اش جنازه‌اش جمع کنه. میدونین چرا؟ در اینکه ما تو فکرمون هنوز میگیم این زنده است، از جسدش هم میترسیم، وایستادیم این دوربر جسد افتاده رو زمین، دوربرش هم کرما و زالوها دارن میتونه کرد در کثافت و میکروب و ویروسش هم داره توی دنیا توی فضا پخش میشه، بچه های ما دارن در اثر عفونتمون دارن میمیرن. ما میان میگیم بابا جون نری، بعد یه عده میگن آقا حسن رو دوست دارین یا حسین رو دوست دارین، جفتشون مردن اونجا، مستوی رو میخوای یا احمد نژاد، روحانی رو میخوای یا اونه میخوای، اینه میخوای یا اونه میخوای. ما باید آقای میمه پیش خودمون بشینه فکر کنیم اگر تأثیری داره رأی دادن، من به شما، من هم با شما، من این فردا بودم شما تو سبایه رأی میدم، اما اگر تأثیری نداره بدونین که اون نمایش نرفتن مردم و جمعیت کم بودن در اونجا و هم ببینید آقای امیدوار، رأی دادن در خارج با رأی دادن در داخل فرق میکنه. رای دادن در خارج من معتقدم هیچ که نباید رای داده، برای که مردم میبینن اوضاع خالیه، ولی در داخل میبرن شبیه سازی میکنن، میبرن عمل رو درست میکنن. یه نداره شبیه سازی کنن، بذارین انقدر از این زحمت ها بکشن، انقدر خیلی هر چقدر بذارن. ببینی آقای نه، یه روز شما یه حرفی زدین خیلی جالب بود، گفتین یه سری با سنگ میرن به جنگ، یه سری با توپ میرن به جنگ، یه سری از در عقب میخوان حمله کنن، یکی از دیوار میخوان بره بالا، یکی میخوان از آسمون بره، همه از هر راهی میخوان برن. خب همه رو دارید از هر راهی که میخوام برن. اجازه بدیم با نرفتن مبارزه کنیم، نه با صحت دادن به جمهوری زیبا با رفتن. اگه تاثیر نداره نرفتنش مطمئن باشه تاثیر داره. ببینید آقای امیدوار، ما وقتی که مجاهدها، پادشاهی خواهان، چپا، جبهه ملی و همه دیگه هیچ کدوم هم دیگر قبول ندارن، ما نمیتونیم رژیم بندازیم. آقای مینوی شما به اونا چی کار داریم؟ من و شما دو نفر هستیم، یکی امید هستش، یکی آقای مینوی هستش. ما نشستیم 7 سال هم از دیگه هم دیگه رو میشتستیم. من به شما میگم شما یکی خودتون این قدم رو اینطوری بر ندارید، بیان قدم رو در راه صحت ندادن به جمهوری اسلامی. اگر کاری ندارم برگه چی کار بکنه، اگر بفرد کنه همه
مردم ایران 80 میلیون برادر دیدن. من و شما داریم صحبت میکنیم میگیم چون تأثیری نداره من و شما میشینیم تو خونمون نمیریم. آره. من برادرم اگه من بروسه میگم نه رو دوستم به بروسه میگم نه میگه چرا میگم نظر من اینه تو میخوای بری برو نظر من اینه که نرفتن ضرر بیشتری به جمهوری اسلامی میزنه و رفتن کمک بیشتری به موندگاری جمهوری اسلامی میزنه. حالا فقط اینجا یه حالت پیش میاد هم حالتی که اونی که شما گفتین چرا گروه های سیاسی وجود دارن، برای اینکه ما ایرانی ها به هیچ عنوان از عقاید شخصیمون نظرمون عوض نمیشه و همیشه میمونه یعنی امکان نداره آقای مینیو اگر من فیثاغورس هم باشم چیچو میگم آرشمیدس هم باشم از اون وقت یه فیلسوف بزرگم باشم بشنم بالاترین منطق و تمام آمارگیری دنیا رو نشون بدم و بذارم جلوی شما، شما آخرش من بگیدیم میگه حالا بس این چه تأثیری داره بسان بذارم من تمام دنیا رو دارم به تو میگم. من حالا از خاطرات خودم بگم رای ندادن تو کشورها قدرت حکومتها ضعیف میشه. این استاتستیک این آمار دنیا نشون داده در تاریخ کشورها نشون داده چه استبدادی چه دموکراسی نشون داده شده وقتی که مردم در رأی‌گیری انتخابات یک کشور شرکت نمی کنن اون کشور اون حکومت صحتش رو از دست میده. من تا اینجا بعد 50% با شما موافقم 50% موافق نیستم. اون بسیار خوب همون 50% برای من کافیه. 50% موافقم اینه که هیچکی در خارج نباید رای بده برای که نشون ندن که اونو جمع شدن صف بندن برای که اینجا نمیتونن جمعیت بردارن بیارن. ولی این داخل بحثش رو ادامه میدیم دیگه دفعه میگیم. بله بسیار سپاسگزارم. 50% من فعلا نقدو میگیرم تا بعد از این 50% برسه. بسیار متشکرم. مرسی. خیلی ممنون. بگو. خب من چون زمانم کم شد مجبورم اینو بگم. سپاسگزارم از آقا جناب امید امیدوار که برنامه در اتاق من فرمان در واشنگتن کارگردان فنی میکنن و اشکالات چه به من میگن. و سپاسگزارم از آقای ناصر توکلی مدیر رادیو ایران و هوستن تگزاس که برنامه را همزمان پخش میکنه از طریق اینترنتی که میتونید برید ببینید. و سپاسگزارم از آقای پارسا سروی مدیر محترم مردم تیوی که برنامه رو پخش میکنن همزمان و ضبط میکنن و یوتیوب میکنن بعد به هر حال بازم تکرار میکنن در آخر هفته. الو الو بله گوشی خانم مهرانگیز جهانشاهی از برنامه سازهای بسیار خوب تلویزیون اینجور و بانوی که من بسیار زیاد برشون احترام قائلم اومدن روی خط. خیلی خوش آمدید خانم جهانشاهی. خواهش میکنم. خیلی لطف میکنید آقای مینی. من به عنوان یک همبسته با افرادی که تصمیم گرفتن رأی ندن چه در داخل ایران چه در خارج ایران اینه که من شما خواهش میکنم که شما اینو مثلا انوام بکنید که نرین رأی بدین. این رأی دادن کمک میکنه به رژیم جمهوری اسلامی ایران. من همینه میخواستم بگم. خیلی ممنون که وقت دادین. بسیار سپاسگزارم ازتون. خیلی ممنونم خانم جهانشاهی. این بحث رو ادامه میدیم. پس من و آقای امیدوار 50% به نتیجه رسیدیم که هیچ کس در خارج نره رای بده جلوی کنسولگری ها و سفارتخونه ها رای ندیم بلکه اینجا که صف بندیم یعنی رژیم رو قبول داریم اما هیچکی نره اونجا یعنی رژیم رو قبول نداریم. اینجا چون کشور دموکراسیه میتونیم حرفمون رو بزنیم. پس بنابراین اینجا که میتونیم حرفمون رو بزنیم حرفمون رو میزنیم میگیم ما اصلا رژیم رو قبول نداریم. حالا در راجب داخلش بیشتر بحث میکنیم عیب که نداره که خواهشتی بریم زنگ تفریمون رو بزنیم آخر کار. یک لحظه معذرت میخوام من این دستگاه رو باید بیارم اینجا. این عکس آقای شیخ نمر، شیخ نمر همونی که عربستان سعودی یک دونه آخوند شیعه است که عربستان سعودی کشته این همه بلوا برپا شده و حالا این یکی عکس
شیخ نمیره، اصلا نمیمیره. این فیلم هم یزدیه یا جنتیه، نمیم کنی میشونم، خیلی سنشون بالاست در حسرت. با تمسخر از بابا بزرگم پرسیدم بابا بزرگ آخه شما چطوری زندگی میکردید؟ نه تکنولوژی، نه هواپیمان، نه ماشین، نه کامپیوتر، نه موبایلی. گفت همونطور که شما الان زندگی میکنید، نه تربیتی، نه در اخلاقی، نه ادبی، نه احترامی، نه شعوری. له شدم میفهمی؟ حسین خان میره ثبت احوال اسم زنش عوض کنه. کارمند ثبت احوال میپرسه اسم زن چیه؟ میگه اسمش سیماست. کارمند ثبت احوال میگه که خب سیما که اسم بدی نیست، چرا میخوای عوض کنی؟ حسین خان میگه که آخه من برقکارم، موقع کار همه شاگردم میگه سیما رو لخ کنم. قاضی به راننده میگه که چرا این هشت بدبخت رو با ماشین گیر گرفتی کشتی؟ با 150 تا سرعت داشتم میرفتم، سمت چپ یه نفر واشده بود، سمت راست 7 نفر. گفتم جهنم، ماشین میزنم به اون یه نفره. رفتم بلی یه نفره، دیدم اینم فرار کرد طرف 7 نفره، رفتم دنبالشون. الو 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 یس کام پیک اپ پلیز. بله این دو تا عکس، این عکس ها نشون تو میدن. هلو، درود بر شما، حال شما چطور؟ گوشی داشته باشید، چند دقیقه بیشتر وقت نداریم. دوست عزیزم آقای حمید رضایی، درست میگم؟ الو الو، درود بر شما جناب نوری عزیز. درود بر شما، صدا تو خط پخش میشه، وقت خیلی کمه. حمید رضایی هستید دیگه، درسته؟ بله قربان. جناب حمید رضایی عزیز، من در خدمت شما، حتما جشن صده میبینیمتون نیست؟ بله قربان. جشن صده میبینیمتون؟ صد در صد خدمتون که اصلا من دلیل اینکه زنگ زدم، بله راستش داشتم رادیو رو گوش میکردم، به قول معروف سورپرایز شدم از گفتار شما. بله. چون این پیشنهادی که شما مطرح فرمودید، این دقیقا خواسته حکومته. یعنی که حکومت اسلامی میاد 4 نفر رو انتخاب میکنه، به گفته خود شما مثلا 4 نفر رو. بله. میاد جلو ما میگه از این 4 تا انتخاب کنید. خب به قول شما میگید که مثلا اونی که کمتر بده ما داریم انتخاب کنیم. خب میشه دقیقا اون چیزی که حکومت میخواد. بله. حکومت میگه آقا حق انتخاب شما رو همین 4 تا که من میگم. بله. که از هم اینا رو باید انتخاب کنید، راه دیگه ای وجود نداره. نه جناب نوری، بسیار 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 اشتباه است، بسیار بسیار عمل خطرناکی است. تنها راه ما ماندن در خانه. بله. خیابان ها رو خالی کردن. بله. یعنی اون روز حتی از روز قبلش مردم بایستی نان یا مواد غذایی که لازم دارن رو تهیه کنن، اون روز رو مطلقا از خانه خارج نشن، چون حکومت به گفتار شما چند میلیون آدم رو داره که جا به جا بکنه به اتوبوس، ولی 80 میلیون جمعیت تهرانی که 15 میلیون آدم توش داره توش زندگی میکنه، خیابونا خالی از سکنه بشه و 1 میلیون آدم هم تو تهران حکومت داشته باشه بخواد جا به جا بکنه، این شدنی نیست. بله. برنگارهای خارجی اونجا وجود حضور دارن و میبینن چه اتفاقی داره میفته. این بسیار بسیار اشتباه هست که ما بخوام دقیقا اون چیزی رو که حکومت میخواد بهش عمل کنیم. یعنی که این 4 تا هستن، هر یک کسی 4 تا رو باید حق داره انتخاب کنیم. اصولا جناب میبینیم. بله. ببینید مردمی که حتی در انتخاب لباس تنشون اختیار ندارن، این به یک جوک میمونه که بگن بیا شما مثلا نماینده مجلس انتخاب کنید. خدا
آقای حمید رضایی عزیز قربونت برم، ببین وقت تمومه، ما دوشنبه این بحث رو با هم ادامه میدیم. بله خیلی متشکرم، خیلی ممنون، سپاسگزارم ازتون. مرسی. خب من به پایان برنامه رسیدم. این دیگه این زنگ تفریح یه مقدارش گفتم نگفتم قاطی پاتی شد، میذاریم دوباره دفعه دیگه اگه فرصتی بود که همش رو میگیم. من از شما عزیزانی که به برنامه توجه کردید بسیار بسیار سپاسگزارم. یه بار دیگه از اون آقای کیمیا در کنکور سپاسگزارم، خیلی ممنونم. به هر حال ازتون تشکر میکنم، براتون شادی و پیروزی آرزو میکنم. پاینده باشید.